سلام دوستای خوبم، امیدوارم از شما خوش باشین، سلامت باشین، هر جای دنیا که زندگی میکنین لباس عافیت برتن داشته باشین. باز هم بهرادم با یک کامر مخفی، شاید تعجب کرده باشین که عباس جمشیدی چی شد. و عباس جمشیدی رفته بیرون، ما قرار یک سوژه داشته باشین، سوژه نسوار پیکسل. شاید برای شما جالب باشه که این نسوار پیکسل چیه و برای چی هست. ما یک از بازیگرهای هرات به نام خانم حسن زاده امروز دعوت کردیم و قرار بیان به برنامه. خبر ندارن، قراره که با اونا قرارداد ببندیم که اونا طبق همون قرارداد برای ما یک اعلان کار کنن و اونا قرار نسوار بنازن. آیا پیش قبول میکنن؟ یعنی در صورتی هست که موضوعات خیلی جالبتر دیگر هم شاید رخ بده در ادامه که باز عباس جمشیدی وارد صحنه میشه و دیگه حرفایی هست که شما حتما باید ببینید. اما لطف کنیم که اگر دوست دارین ویدیوهای بعدی ما رو تماشا کنین، بهترین ویدیویی که تا حال از طریق کانال تماشا کردین لذت بردین و بهترین از اونم در راه هست، کافیه فقط کانال ما سابسکرایب کنین و زنگوله رو فشار بدین. زنگوله که فشار بدین اولین نفری هستین که میاد تینگ برای شما کردن کانال پیکسل برای شما ویدیو بذاشته. همراه ما باشین ببینید چه اتفاق میفته و این کامرو مخفی ما امیدوارم به خیر و خوبی و به سلامتی تمام بشه. منتظر اونا هستیم، تماس گرفتیم و ببینیم میاین یا نمیاین. سلام خوبین خانم استاد زاده؟ سلامتی هم بخیرید؟ سلامتی هم بخیرید؟ تو خوبه؟ سلامتی هم بخیرید؟ بخیرید شما جوره؟ خیلی معذرت باید عذیت همو شده. خیلی ببخشید، البته ما صبح که هست و به ساعت 4-5 تدریس آنلاین ایواده داره و شما فکر کنم به ایشو خوش شد کار میکنه. خب وقت شما نمیگیرم خانم اساتذه، بخاطر از اینکه راه شما دوره و ما گفتم باشه همین موضوع از نزدیک با شما در میان بگذارم، گفتم باشه شما را نزدیک ببینم درباره همین موضوع صحبت بکنم. با شناخت که ما شما دارم، شما طبعا در کار اعلانات کار میکنه، برای شما معلوم هست که کار میکنه و برای ما یک پروژه گرفته بودیم تقریبا چند ماه پیش. همین پروژه ما البته پروژه ما خارجی بوده، و برای این پروژه ما تایید شد. تایید که شد یک مسئولی برای ما فرستاد، این مسئول گفتن که شما یک اعلان بسازید و اعلان هم یک خانم یک آقای باشه. حقیقت رسیب خود اکثریت از همین بازیگرها ارتباط دار و بالاخره گفتم شاید به ترتیب باید همون تا هنرمندان بخوایم تا بیان ببینم دوست دارن با اون شرایطی که ما دارن کار میکنن یا نمیکنن. طوری هست که باش اول سناریو رو برای شما بگم. یک مسئولی که فعلا در جهان مشهوره و خیلی هم جا افتاده، اما با افغانستان با کشورهای فارسی زبان جا نافتاده دیگه، یعنی ما با کشور جا افتاده که از اون مسئول استفاده بکنم. یک مسئول ما شما میان به خانه بعد از اون به خانه که باش چی میل داره چای نوشیده میشه که هنوز هم میکنه چیز بسیار نه چی شکاری چی؟ برای شما شما از داخل خانه میهند فکر کنید که تصویر کات شد، شما به خانه نشستین یا دیگ بخته میکنین یا تلویزیون نگاه میکنین، برای شوهر شما داخل میشه از اون میپرسید که عطر زدی؟ میگه نه، حتما داخل مطر عطر زدی؟ نه. خب از چی پس استفاده کردی؟ از این محصول استفاده کردم مثلا برای خوشبویی دهن و برای قبلا نه بود از اون که مثلا مسئولات درست استفاده نمیکنه، اما مسئولات درست سال استفاده میکنن و بهتر از شما بعد از اون مسئول استفاده میکنه میگین که یک مسئول خیلی خوبه، شما میتونید اون از بعد استفاده مسئول مسئول ما که هست یک البته یک از جمله دخانیات گفته میشه نسوار، یک طعم جدید نسوار به نام نسوار پیکسل به هرات ما اینجا به نازم دیگه گفتم اگر دوست داشته باشین که دیگهش بازوها دیگر هم باش ما صحبت بکنم. تحصیلات جالبی نیه؟ چرا؟ تالا کار نکردم به اعلان؟ چرا به اعلان کار کردم؟ مثلا لوازم خونه بوده اعلان کار کردم، کیسر اینا بود که کار کردم، بعد دیگه چند دفعه به فکر اینا گفتم نیمه فکر نمی که کار نمی کنم. البته
آره خب میفهمیم کشور خوبی، کشور پیشرفته و این موضوعات نسوار اینا خوب بخواه چیز عدیه. خب اینجی فرق نکنم؟ نه نکنم، خیلی مثلا راحت مثلا مسئول کس برند نیست، نیه که مثلا خدا نکرده مسئولی باشه که ما بیایم نو ساعت پاکتی بهش خوب بودیم خوب کپا کنیم، نه اون دکپی نیه. خب مسئول مثلا یک برندیه و میگم شاید ما ثبت که بکنیم شاید با پخش رو مشکل بخوریم، شاید پخش بشه و جریان پخش با مشکل بخوریم. این مسائل هست که مثلا برای آینده ها برای ما مشکل است. البته نقش مقابل شما، من دوست خود زنگ زدم اونا مثل شما مثل که به تیاره میاد دوست هست شما تروه این برعکس سرویس زود میاد، این سرویس خیلی دیر، یعنی به هر چه که 10 دقیقه بسته که من گفتیم یه آزار شما زود. خب یعنی برو شما حساب کنید. خب دیگه مسئولات چیه؟ فقط فعلا نسواره. خیلی خوبه مثلا. حالا جالب اینجا که شما بعد از نسوار خیلی جا میفتکین. مثلا وقتی تبلیغ شما پخش بشه، تمام میشه بازار ایران چون میشناسن که مثلا مثلا خانم اسم شما چه اسم کوچک شما؟ نه اسم کوچک شما. تخلص شما. تخلص من حسن زاده. نه تخلص شما حسن زاده. سلام. خوبه؟ سلامت شد. بخیرین. بین خواهش بکنم. خب اسم شما رقیه عباس جان رضایی جمشید میگم شما باشه در بساب باشه معرفی بکنم خانوم حسن زاده و فکر کنم که اینا مثل شما کمی دیرتر بودن خیلی مزهر چون سر کار بدم که زنگ زدیم گفتم بیام سه کنم چیکار باشه. آقای جمشیدی، خانم حسن زاده، میدونم قبلا بزرگ موضوع صحبت کردم با شما بخاطر که من تایم رو فارغ ندارم از جریان همی روزها من مجبورم که از 5 به بعد تمام کارها خواهیم صحبت کنم، یعنی واقعا ببخشید ما یک مسئولی که جدیده مثلا آلا امیزا بول ما کنی از زیادم شکر اگر شما ببخشید ما وارد افغانستان کردیم پروژی داشتیم و این پروژی ما تقریبا قبول شد و می قرار یک اعلانش الان هدف از اینه که واش برای آقایان شاید برای اول گفتن و مشکل نداشته باشه یک نوع نسواری مثل سی تی اون رو استفاده میکنه. شما میایید مثلا با خونه برای خانم شما میگه عطر زدی شما میگه بله مثلا دیالوگ ها من یاد ندارم درست بگم با من یاد داشت بکردن لوان کردن خب برای از موتر کجا بودی برای تو شک میکنن از میگه نه من مثلا نسوار پکسل استفاده کردم نسوار پکسل برای از خیلی خوبه بس میشه بس مثلا شما نسوار تعارف بکنید با اون نسوار من مثلا اونا هم بعضی میگن که واقعا مسئول خوبه با مثلا با دیگه گرفای داریم مثلا ما حتی قیمت های خیلی برنده از 500 تا 1000 تا 10 تا 20 ریپم داره در داخل بازار اینو میای اگر بتونیم جواب نازم خود توان و در مورد پوشش لباس هم موضوعاتی که برای من تماس گرفتن بود که باید لباساشو مدرن باشه پیشرفته باشه به سبک اروپایی باشه فرق نمیکنه مثلا منزل باشه داخل پارک باشه بالاخره موتر سکه قطار تیاره اینو مسائلی بود که برات بم گفتن همون چیزایی که ما امکانات داریم همین هست ما گفتم اگر موبایل باشیم که با شما کار کنم یعنی همین چه برنامه نسوار که گفتین تبلیغ نسوار که شخص آقای جمشیدی رو شما میشناسید آقای جمشیدی از بچهای موفق سینمای نه افغانستان در سینمای ایران نقش کردن حتی دو تا فیلم دارن دیگه نمیفهم با اسم ایرانی ها رو دیگه بلد نیوم دیگه خانم معرفی نکرده اول بگفت خانم حسن زاده خانم حسن زاده خوش بختم نه نمیشناس خانم حسن زاده نه مثل اینکه چرا اینو من آشنایی قبلا نیدم من به ایران خدای سید میتی حیدری کار کردم ابراهیم حسینی کار کردم اگه دیده باشیم اگر فیلم های ویدیو اینا داخل یوتیوب منو دیده باشین بسیار خوب همین هست دیگه نمیفهم چی تصمیم میگیرید خب ما خودی کی باید کار بکنه خودم به کار میکنین دیگه شما مثلا نقش مقابل شما نقش مقابل بره خانم حسن زاده من نگفتم هنوز که خب میشه چه کار میشه خب چی کار بریم پلانا دیگه دارم در آینده بریم خوب نیه که من خواسته باشم هر تبلیغ کار کنم حتی شاید بفهمم که خیلی از این بیتر باشه نیه خورم از این زنده به جامعه ما جا نفتاده خب آقای بیراد فکر میکنم از ما بیخیال شن رو ما خط بکش ما کار رو میکنم
بحث مادیات هم اگر به شما بگم شاید بحث بسیار خوبی، اگر من دوستان دلیل شما نه مثل خانم اصنزاده بگم که من میتونم دلیل شما چیه؟ من فکر نمی کنم که خانم اصنزاده بتونم این بازی رو داشته باشم، این نقش رو بتونم کار بکنم. من کار نمی کنم. خب شما نقش خانم اصنزاده چی بارده؟ من فکر نمی کنم که بتونم اینا کار بکنم خود ما. خب من کار نمی کنم، من همین رو گفتم که من کار نمی کنم چون نمیشه، شرایط خیلی فرق میکنه. خب شما چرا کار خانم اصنزاده رو که شما نمیشناسید؟ من توانایی از اینو باور دارم که اینو خواسته میشه. من فکر نمی کنم. من شاید شما ویدیوهای ما دیده باشین، فیلمهای ما دیده باشین، خود سید مهدی حیدری، شما تا به یوتیوب هم بذارم سید مهدی حیدری، خیلی آدم مشهوری شناخته شده، حتی فوتبالیست هم هست. بابا این گپا به ایران. ولی گپا کنار. ولی من فکر نمی کنم که خانم اصنزاده بتونم نقش مقابل ما باشه، بتونم کار بکنم. من فکر نمی کنم بتونم. با این لحن و صحبت کردن هینا رو میبینم و اینا موضوعاتی که صحبت میکنم، من فکر نمیکنم که خب بس استعداد این دشته باشم بتونم اینا استعداد رو خوشم استعداد دارم. نه خب آقای بهداد استعداد دارم. نه بس از اینه که آقای عجب شدی. خب ما وقتی که کسی رو انتخاب میکنه ما حتما میفهمیم که یک ویژگی خاصی داره. خب شما که ویدیوهای ما رو دیدین، فیلمهای ما رو دیدین، خود سید مهدی اینا مثلا چی ویژگی ما به ایران کار کردم خانم. خیلی ها رفتن به ایران کار کردن، حالی آمدن اصلا هیچ یاد ندارن. به شما برای نخوره هیچ یاد ندارن. خیلی ها هستن مثلا خانم اصنزاده که من میشناسم دیگه، اگه اینو قبول بکنم شاید اینجاگاه داخل افغانستان خانم ها کمتر به سینما باشم، چون که من به ایران کار کردم و دیدم و با بیشتر از خانم ها ما سمینارهای داشتیم، صحبت هایی داشتیم. نه خب اینا راست میگم، من خودم شخصا اون روز با آقای سیاه‌پوش اینا ما یک فیلمی به عصر قرار پخش بشه، منشی صحنه بودیم. بعد اون روز با هم صحبت کردیم، آقای سیاه‌پوش لیسانس دارن، لیسانس از کابل گرفتن، لیسانس فیلمسازی کارگردانی. من گفتم آقای سیاه‌پوش من از 100% من 0.5% من نمیفهمم، هنوز نمیفهمم از سینما، بحر سینما. خب دیدین که من گفتم به برنامه ها و فیلم های زیادی من کار کردم، حتی به سریال های ایران هم کار کردم. و من گفتم که شخص اول که ببینم متوجه میشون که خود اینام که اقرار میکنن که ما نمیتونیم. آی به متاسفانه فکر نمی کنیم که خب دیدین خود اینا قضاوت کنن. اینا کارام رو دیدن، من 4 سال داخل سینما هستم. افغانستان تا ایران خیلی فرق داره. افغانستان یک شرایطش سختی داره، بعد صبور بشی چه بشی، هر کی به افغانستان تونست کار بکنه اون مرده. فقط گپ آخر من همین بود. نه خب یک موضوع دیگه هم میشه، همین موضوع به خاطر از اینکه ببینید اون واژه میشید. من خب اول خیلی ما سو حرف خودم بودم، واقعا زیاد به شما گفتین در کنار که به خانم جمشیدی شما گپ زدید به من بگفتید. یعنی من در انتخاب که مثلا انتخاب سوژه که مثلا خانم جمشیدی باشن به انتخاب درست نکردم. نه شما الان مثلا اگر آقای جمشیدی، من به شما قول میدم خب که شما در مقابل خانم اصنزاده نتونید کار کنید، این گپ را من به شما میگم. نه باور شما نمی کنه. ولی مثلا شما دیگه چه دیده گپ بزنید؟ ببینید دوستان، خب من خب شما برفتین برو جگر به ایران کار کردین، دو تا خیلی معذرت میخوام 40 تا پیسه هر شما 40 تا کامرا دارین، جبرت که به یک کامرا اینجوری بعد اتفاقا همین رو می‌خواستم بگم که آشنایی زیاد شاید اینا به دوربین نداشته باشم. اونجا خیلی دوربینای دکلداری میارم خانم اصنزاده. ان شاء الله کارم واس تا چند ماه دیگه واس خبر میشینه. خیلی اکسالونای بزرگی دارم برای هده تو صدا و ریتم و اینا. چی ربط به اجرا داره؟ من به اجرا فرق نذاره دیگه. یعنی من واسه که بگم خب من واسه بگم اینا به وسیله فیلم برداری یا دوربین و اینا آشنایی ندارم، فکر نمی‌کنم که بتونم نقش خوبی هم داشته باشم. اصلا هیچ آشنایی نداره، ما اصلا هیچی نمی‌شناسیم، اصلا نمی چی هست. همین کارکردهایی که گفتیم سریال یا فیلم، شما چه نقشی داشتین به داخل از این فیلم ها؟ نقش بازیگر درسته، بازیگر چه بازیگری بودین؟ مثلا نقش دختر فیلم بودیم دیگه. نقش بود دیگه، حالا هر چی بود نقش بود. حالا خوب و بدی و مردم قضاوت کردن و لطف دیشتن به من. بله بعد ما خود ما دو ماه و نیم به اطلاعات فرهنگ همی اونو رو شایدم. شما به سینمایی هم کار کردیم، فیلم سینمایی به سریال. بعد همال ما در ورکشاپیه که ما فیلمسازی داریم درس میخونیم، در ما تدریس میشه از فیلم برداری، عکاسی،
تا حدودی من بلدم. کمه بیشی میگم من نیم فیصد، من نمیگم بله بله سای فیلم برداری که از روی 45 دقیقه یا مقابل و اینا فیلم برداری هم پس هاشنایی داریم شما فیلم برداری عکاسی فکر کنم جا عوض شده با خودم به جمعه عوض شده خود آقای جمشیده آقای جمشیده شما قرار یک نقش بازی کنه برو جگر و شما اینقدر دیگه بس نیست دیگه بکسه به خورم اصلازاده شما خانم کار میکنین اونو کار کن نمیکنین حل بگو کار نمیکنون دیگه دلیل بزی نمیشه که تو بیایی مثلا حال اکثر آده که حال مثلا حالی من کار ندارم اگه شما برین پیش اگر شما میشناسیم خانم اصلازاده میتونم واقعا نقش مقابل من بازی کنم که اگر شما تایید کنیم ولی من فکر نمیکنم که بتونم نقش مقابل اینا بازی کنم و اینا من فقط یک کلمه به شما میگم چون من نمیگم من هیچ یاد ندارم من از سینما هیچ نه شما متوجه نشید من قصد جسارت نداشتم خانم حسن زاده نگاه کنید شما بله. من آدرس میدم اگه هر وقت دلتون بخواد چون شما خیلی کنجکاوین بله. از آقای عبدالرشید عظیمی آقای وکیل از سفی اینا کارگردان قدیمه بریم بپرسیم بگیم خانم حسن زاده چی جوری بود از آقای ملائکه اینا به سینمای هرات کار میکنن کارگردانم کارگردان هرات خب بشینه خانم اصلا زاده کجا بریم بشینه که این معامله معلوم شه دیگه خب من گفتم اول موقعیت هست چون من بشینه شما خانم اصلا زاده نمیشه که من خوش دارم که همین من رام تاور میشناسم که باش مانم بدیدم بله. سینما که کنیم آفرین خیلی بینید زنده باشید افتخار هرات بالاخره هر چیزی که هست این بماند بس از اینکه مثلا شما بیایی میگه من چون یاد نداری و خانم اصلازاده یاد نه من قصد یاد گرفتن این بحث جدایی این خب شاید راست میگن مثلا این رویی که من به اینا میبینم استعدادی که من میبینم اینا لحن صحبت کردن اینا من فکر نمیکنم که اینا بتونم به سینما برم کار کنم و با میگم که ما چندین سریال و سینمایی اینا کار کردیم و نقش داشتیم امیر اگه بیایم کار کنه امیر سناریو کار کنه چه کنه کی بیتر بزه میکنه اشتنه نه مشکل نداره یک نقش شما به او کار شما رو دیده بله. با آقای ملائکه کار خب نشد خانم اصلا زاده این تعریف هایی که شما از خود دارین من تعریف نمیدونم میگم من نیم فیصد از خب این کار کرده شما در هرات چند ساله؟ من 4 ساله 4 ساله کار میکنه جسارت نباشه متاسفانه که شما 4 سال کار کردین به سینمای هرات و چندین سریال و فیلم و تبلیغات داشتین ولی من فکر نمیکنم که شما همون خانمی هستید که شما میگید ما 4 سال کار میکنه من فکر میکنم امروز شما وارد سینما رو درسته شما لطف دارین شما نه قصد جسارت نیست که من خب خدای نکرده جسارت باشه به شخصیت شما با هنر شما ولی چیزی که من میبینم و او وردیدم کار کردم و شما من فکر نمیکنم غزل تعریف توصیه که از خود داشتیم بتونیم نقشی یا کاری داشته باشه درسته من همین الانم همون اول گفتم به آقای بهراد گفتم به اینا گفتم من این نقش اصلا کار نمیکنم چون من شخصیت من زیر سوال میره من همال مثلا سوار روز پنتونا وا میشه خب من میرم به سنف میشم نه سوال که خانم اصلا زاده مثلا بگن چی کار میشه بگن هر مثلا نوسفری بیان چون من پلانا دیگه دارم ولی ما شما بس یک موجود اگر اما بگم خب تقریبا بس هزینی هم بس مثلا برای آقا $2,000 و برای خانم $1,000 مخصوصا این بحث مادیات حالا باز این که به کنار حالا من قبول کنم یا نه خب اینا قبول نمی کنم خب شما به هزار دلار کار میکنم با اینا رو بینازیم خب آخه اگر آقای بهراد من نمیفهمم به خدا شما اگر اینا رو میشناسیم تایید میکنیم میتونم نقش مقابل رو کار بکنم منظور از مقابل یعنی چی؟ یعنی درمی خانم حسن زاده شما استعداد نمیبینید یعنی جسارت نباشه متاسفانه که نه خیلی یک خانم خجالتی یک خانمی که صحبت میکنه یعنی انگیزه ای صحبت کردن ندارم یعنی از شما میترسم یا از ما جا؟ از شما میترسم یا از نه ما؟ بحث است ترس نیست آقای بهراد خب یعنی هنرمندای زیاد اگه شما سریال های ایرانی، ترکی سریال بیشتر که داخل افغانستان سریال های ترکی زیاده ایرانی زیاده شما میبینید با چه لحن صحبت میکنن با چه اگر منظور لحن شما چیه؟ لحن اینا باشه ما امروز صبح رفت اصلا دید شما امروز صبح داشتیم انشالله همین شب شما نگاه کنید شما آقای بهراد باز مشکلات رو خب نه من خب از این صبح شما به عنوان یک سینماگر یک بازیگر خب که شما
کار هر کسی نیست که بره جلوی دوربین بخواد تمثیل بکنه یا حرفی بزنه یا گریه یا خنده ای داشته باشه، درسته؟ ولی من به چشمای شما چیزی میبینم که متاسفانه من یک شخص مهمان هستم امروز هم دیگر میبینم، درسته؟ یعنی یک چیز به چشمش یک ترسی میبینم، یعنی یک چیز شما بگون دوستا همین شاید خانم حسین زادم شبیه برداشت از شما بگون، شما یک چانس بدیم یک دیالوگ خود هم بزنیم، میگم همین گپ همین بزنی کنه موضوع بیا من پروفسور برای خانم چی فایل انا فکر کنید یک چیزی در حد فرض مثال فکر کنید نیستم به این تبدیل قبول نکنم واقعا باعث افتخار شما خانم بذار که من انتخاب کنم آقای بهتر من از اسما بسه کنم آقای جیم شدی خانم یک دقیقه خانم اصلا زاده من یک چیز برای شما بگم خانم هایی که در هرات در سینما کار میکنن اینو کسایی هستن که افتخارم بله بیشک شکی نیست اصلا شکی اونقدر به اینا باور داریم بالال خصوص من مرض دارم مثلا پروژه جهانی خور بیام مثلا برم یک دیگه انتخاب کنم چرا خانم اصلا زاده انتخاب کنم بخاطر اینکه ویژگی خاصی دارن هم از نگاه اجرا ببینن حالا مثلا بحث بیام می خوام از رو از اینا کم حالا که من یک تمثیل بره نه من از همون وقتی که چیز بود آقای احمدیان به من گفتن هیچ وقت شخصیت خودیر سوال نبود گل اینا به شخصیت شما نمیخورن نه متاسفانه از اون گرم نیه گفتن هیچ وقت شخصیت پرزیر سوال نبودین که یکی خواسته باشه شما رو امتحان کنه وقتی شما کار مردیدین یکی نفر دیگه کار مردیده هیچ وقت آره بحث شما دو نفر شما دو نفر قبول من اعلان بحث هنرمنده بحث کاریه جلسه کاریه شما اومدین وارد یک دفتر شدی میخواین قرارداد یک کاری ببندیم درسته آخه من میگم من همین کار رو قبول نکردم قبول نکردم خاطر شما بدارین میگم مثلا اینا یعنی شما از پول بعد شما میای یعنی شما از پول بده شما میاد؟ من همال شخصا شما مثل برادرام نیم بله بله من ایت سخت‌ترین در سخت‌ترین شرایط اقتصادی به سر میبرم اما وقتی به شخصیت ملت می بخوره دوست ندارم کم بگو واقعا نسوار که یک چیزی هست که همین بگذاریم از این موضوع یک موضوع بگه وقت هم گرفته میشه وقت از اینه ببینین بحث از اینه که با شما دو نفر به هم یعنی جور نمیاد یعنی اینقدر رزی شما از اینو بعد شما میونه میشه از شما یک خواهش بکنم خانم حسن زاده باش که من گپ بخورم من اگه قبول میکردم به گپ از اینا امیت کار میکردم که رو از اینا کم میکردم اما من خود من شخصا نمون کار کنم مثلا میتونم دخترای دیگه خانمای دیگه برای شما معرفی کنم خود شما میشناسید خیلی هم میشناسم هم در ارتباط با اونو افتخارای راتن چی واسه میگین آقای بله خانم حسن زاده گفتم که اگر شما میخواین که خودتون ثابت کنیم حالا کار ندارم میخواین با این قرارداد آقای بهراد کار کنیم یا نکنیم شاید قراردادهای دیگه هم باشه من یک چیزی به شما بگم اگه خانم حسن زاده کار کنن کار کنن نکنن شما رو من نمیگیرم خب حقیقت بگم برای شما بخاطر از اینکه شما مستقیما از اون هر چیزی شما مایه بخونم حسن زاده میگم اینا با تمام خب نخواه ثابت کنم شما یک نگاه کنیم با تمام صبوری که دارن در مقابل کامره مخفی ما از اون هیچ عکس العمل نشون ندادن شور خدا شور واقعا معذرت میخوام خانم حسن زاده بله دور مخفی بود که واقعا من معذرت میخوام شما افتخار هرات هستین یکی از چهرهای البته خانم حسن زاده کامره رو برو شما باشه بخاطر که دکور بسته کامره متوجه شد نشده باشه نشده باشه بله اما دقیقا ما سببی صبوری شما رو امتحان کنیم بله در توانایی شما خدا شایده هیچ شک ندارم یعنی شما رو بشناسم بدید اجرا شما آقای جمشیدی هم خب دیگه میفهمه از به تلویزیون جوانه کار میکنن در دارم به ایران سینما کار کردن اما نقش اصلی نجیب هرات در کانال پیکسل در یوتیوب یکانه کانال رسمی در هرات و میتونم بگم همی هست دارم ناراحت نشده باشه خانم حسن زاده خیلی معذرت میخوام اگر جسارت چیزی بود ما بین حرفای ما چون دوربین مخفیه دیگه در پخش مشکل نداره نه فقط شوکه شدم من بزنم همه احساس شما همه دقیقه همه اعمال چی احساس داره فکر میکردن به همچه کامر مخفی بر بخوره نمیده یک موضوعی باشه یعنی همچه کار امکان داره مثلا به هرات کسی نصفور به نزوی ما نه خب بازم باور کنم حالا دیدیم بازیگر آقای جمشیدی بیتر بودن
حالا چی میگه؟ حالا به صدا دارم باور دارم. بله صدا نباورم به شما چی میگه؟ از آقا رو مثلا زاده شوکه شدن. شوکه شدن که چی بگن؟ ماندن چی بگن؟ فکر نمیکردن به این موضوع. و فعلا واقعا در هرات هر آن تبلیغ دوست دارن میسازن و اکثریت از بازیگران ما هم بدون هیچ تردیدی میرن نقش بسازن. اما حرفای زیبای خانم حسن‌زاده که بالاخره در جامعه نام و بالاخره زحمتای کشیدن دوست ندارن به یک نسواره بالاخره به چیزی که ارزش داره دلگ افغانی که برنامه‌دان هم دوست دارن. اما خانم حسن‌زاده یک جمله سه قبول کنه همه مولی $2,000 کش کن ما سه قبول قبول کردیم بودن قبول کردیم نه قبول نمی کردیم یک حکس و عمل جدی داشته ها شما باز دوباره فیلم خب در اصلا ناراحت نشده باشین اگر مشکل به پخش ندارین میشه احساس شما بشنویم نه چی بقید دارم فکر میکنم یک گپ بری نگفته باشه نه چی نگفته در پخش که مشکل ندارم نه آقا میشه یک دست کن من دوستای عزیز کانال ما رو همچنان سابسکرایب کن موفق باشین موقت خوردن معلوم بشه همه یک موضوع جالب برای شما بگم رفتیم دفتر یک از هنرمندای هراتی کار مخفی سب کردیم خلاص شد بعد از اون که خلاص شد قسم میخوره میگه من خودم با آرایشگاه نرفتم زیاد مو خرابه خب خانم اصلا زاده نام خدا هم بدون آرایش هم دیگه نام خدا برای همشون نیاز برایش ندارم مشکل که یک بار دیگه هم بپرسم نداره اگه نداره یک دست نکنه بده